آقای هنیه رهبری نیست که به این سادگی ها جایگزینی براش بشه پیدا کرد. آقای هنیه محصول نزدیک به 3 دهه حرکت آرام با احتیاط و بعد پر جوش و خروش جنبش مقاومت اسلامی در فلسطین هست. یعنی تعداد افراد مثل ایشون بسیار کم هستن. نفر بعدی بعد از آقای اسماعیل هنیه در ساختار سیاسی حماس فاصله زیادی قطعا با ایشون داره و هماورد ایشون نیست، هم قواره ایشون نیست اساسا. آقای هنیه مهمان جمهوری اسلامی بوده؟ بله، زمانی که به شهادت رسید. متاسفانه این عرق شرمش روی پیشانی ما هست. خدمتتون عرض شود که پس جواب بر عهده ماست. خدمتتون عرض شود که بدون مسامحه و تعارف اگه بخوام عرض بکنم، پیش بینی نباید کرد که چه واکنشی وجود داره. بله، فقط میتونم بگم که چاره ای جز پاسخ وجود نداره و اگر در پاسخ کوتاهی بشه هزینه هاش برای ما بسیار سنگین خواهد بود، برای جبهه مقاومت بسیار سنگین خواهد بود و تبعاتش رو همه خواهند پرداخت. من توی این شک ندارم. مثلا حرف من این تجربه تاریخی ماست و هر جا که در واکنش مناسب کوتاهی کردیم، طرف مقابل متوجه شده که تا میتونه گامی جلوتر برداره. پس تو این نمیشه پیش بینی کرد